موتورهای بار خودرو به محض تحویل از درب نمایندگی حرکت میکنه، مشتری مشکل خاص و عمده‌ای براشون پیش میاد. قطعات جاگذاری شده در این خودرو اون کیفیت لازم رو ندارن. واقعا مصرف کننده راضی نیست. سال گذشته در چنین موقعی ما بیش از حدود 2000 روستا رو با آب تانکر آب می‌رسانی می‌کردیم، روزانه 15 لیتر و بعد مسافت میانگین قریب 100 کیلومتر. الان الحمدلله این بارندگی‌ها تمام منابع آبی رو تأمین کرد. اقدامات لازم رو با توجه به تجربه‌ای که ما در سال 2003 و 2012 برای ویروس‌های سارس و مرس داشتیم انجام دادیم. ما در داخل کشور هیچ نگرانی در این زمینه نداریم و آمادگی‌های لازم برای پشتیبانی در این زمینه به طور کامل در داخل کشور موجود است. ویدیویی از آتش زدن کتاب طب هاریسون که یک کتاب مرجع پزشکی است، واکنش‌های مختلفی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. وزارت بهداشتی ها گفتند مایه تأسف است و سکوت و عدم برخورد قاطع مراجع علمی و فرهنگی و دینی و قضایی در برابر چنین رفتارهای نابهنجار به نام اسلام و ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش آمدید. حوادث مهم این روزها نشانه عظمت و اعتبار ایران و ملت انقلابی آن. این فرازی از پیام رهبر انقلاب به 54مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا است که امروز در مرکز اسلامی امام علی وین آغاز به کار کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام حوادث مهم اخیر از جمله شهادت‌ها، قدرت‌نمایی‌های نظامی و حضور بی‌نظیر مردمی را نشانه‌های سربرآوردن پدیده‌ای تاریخ‌ساز برشمردند و تأکید کردند گام دوم انقلاب اسلامی باید بتواند این پدیده را به کمال برساند و شما می‌توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ‌ساز باشید. در این نشست دو روزه اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا ضمن تبیین و سیاستگذاری فعالیت‌های سال آینده درباره تلاش در عرصه علمی و بی‌نیازی کشور از بیگانگان بحث و گفتگو خواهند کرد. اتحادیه انجمنهای اسلامی با توجه به پتانسیلی که داره، در واقع بدنه علمی که در کل کشورهای اروپا گسترش پیدا کردن، اعضای ما تونستیم به یه همدلی برسیم که با توجه به پیام مقام معظم رهبری به نشست 53 تلاش کردیم در زمینه علمی متمرکز بشیم تا بتونیم انشاءالله کشور رو در عرصه علمی بی‌نیاز کنیم. شکایت مردم از خودروسازها صدای اعتراض تعزیرات رو هم بلند کرد. باید خودروسازها مسئولیتشون رو در حوزه خدمات پس از فروش واقعا این مسئولیت اجتماعیشون رو بالاتر ببرن، چرا که واقعا مصرف کننده راضی نیست. مصرف کننده از بارهای بار خودرو به محض تحویل از درب نمایندگی حرکت میکنه، مشتری مشکل خاص و عمده‌ای براشون پیش میاد که خب متاسفانه این ناشی از این هستش که قطعات جاگذاری شده در این خودرو اون کیفیت لازم رو ندارن. ما از طرف خودروسازها شکایتی برای تولید کننده ها و تأمین کننده ها نداشتیم. اون چیزی که ما داریم رسیدگی میکنیم شکایت مصرف کننده است که به حق رسیدگی هم میکنیم. بعد از چهارچرخهای پر شکایت، تعزیرات گلایه‌ای هم به قیمت گذاری بی حساب کتاب صندلی های طیاره ها داره و از سازمان هواپیمایی میخواد چاره کنه. چیزی که خودم به عینه دیدم، بلیت تهران اهواز برای دیروز صبح 320,000 تومان ورود کردیم برای خرید این بلیت هواپیما که یک نفر خرید شد به همون 320,000 تومان بلیت رفتش تهران به اهواز، نفر بعد که خواستیم خرید بکنیم شد 460,000 تومان. یعنی من میخوام بدونم که تو این مثلا حد اکثر یک دقیقه اختلافی که تو این زمان خرید به وجود اومد چه اتفاقی افتاد؟ واقعا جای سوال داره یا نه شما میبینی آگهی فروش رو سایت های رسمی فروش مثلا زده 300,000 تومان، وارد سایت خرید که میشی به شما قیمت 400,000 تومان رو میدید برای خرید نهایی. طلاق سهمیه بندی شد. اونطور که رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام کرده،
از این به بعد ثبت طلاق در هر استان محدود میشه، با این فرمول که دفترخانه ها مجازن به اندازه 20% میانگین طلاق های پارسال در هر شهر ثبت طلاق کنن. رئیس کانون سردفتران میگه این طرح برای رفع فساد اجرا میشه. تعداد اندکی از دفاتر طلاق به توسط اشخاص غیر مسئول که بهشون واگذار شده بود هماهنگی و زده‌بندهایی با کارمندهای اداری برخی از مجتمع قضایی خانواده انجام میدادن. سازمان ثبت قریب یک سال و نیم کار کارشناسی انجام داد، 5 ماه در 2 استان به صورت آزمایشی اجرا شد، معایبش مشکلاتش برطرف شد، رضایت 95% حاصل شد و الحمدلله مورد استقبال سایر اصناف هم قرار گرفت. در کلان در حدود 1-5% اگر محاسبه بکنیم بین 1000-5000 خانواده ممکن بود در اثر عدم اجرای این طرح آسیب ببینن. سیل خودش رو به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسوند. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارش از اقدامات دولت در رسیدگی به خسارات ناشی از سیل در استانهای مختلف کشور در فروردین ماه امسال، از جمله پرداخت 20000 میلیارد تومان به صورت بلاعوض، تسهیلات و همچنین بازسازی زیرساختها ارائه کرد. در سیل اخیر 3 استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان هم به 27500 واحد مسکونی خسارت وارد شده که مبلغ 1,635,000,000 تومان به مردم پرداخت خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی هم اقدامات انجام شده درباره درآمدهای ارزی کشور و تأمین کالاهای مورد نیاز گزارش داد. سپاه تا آخر کنار مردم سیل زده میمونه. فرمانده سپاه که برای بازدید از مناطق سیل زده به استان هرمزگان رفته، به مردم سیل زده جاسک اطمینان خاطر داد تا اوضاع بهتر نشه بچهای سپاه اونجا رو ترک نمی کنن. خونه و گرفتاری و مسکن دارین، باعث جا به جا بشین. مشکل ما اینه که باید جا به جا بشین. اینو با قبلن از بزرگرد همه می دونم مشکل دارین. 55 تا خانواده 55. خب انشالله به امید خدا خونه هاتون ساخته میشه، مرتب میشه، نگران نباشید. دست شما در نکن. یک دنیا تشکر به همه شما بزرگرد. آخر با شما هست. سردار سلامی همچنین از آمادگی کامل سپاه برای کمک به دولت در بازسازی خانه های سیل زدگان خبر داد. انشالله به صورت دولت محترم اون اعتباراتی که باید تخصیص بده برای ساخت خانه های جدید اعتبارات تخصیص بدن، دستگاه های مختلفی که زینقش هستن مشارکت کنن. ما هم به عنوان سپاه همه امکاناتمون رو بسیج میکنیم برای مشارکت و ساختن خانه های جدید و یا ترمیم و مرمت خانه هایی که آسیب دیده و انشالله تجهیز خانه هایی که اسباب و اساسه منازلشون دچار آسیب شده. معاون عمرانی وزیر کشور و معاون سازمان برنامه و بودجه هم که به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان رفتن، جبران هرچه سریعتر خسارت های سیل رو اولویت دولت دونستن و قول دادن خانه های تخریب شده در کوتاه‌ترین زمان محکمتر از قبل بازسازی بشن. بارش های اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان با وجود خسارت هایی که داشته، بعد از 18 سال خشکسالی رودها رو پر آب کرده و سدها رو سرریز. برای اولین بار سد زیردان ما که ظرفیت 207 میلیون متر مکعب آب رو داشت بعد از 10 سال سرریز کرد. سد پیشینی ما ششمین مرحله 175 میلیون متر مکعبی اونم سرریز کرد. خب قطعا سفره‌های زیرزمینی آب ما، قطعا هوتک‌های ما، قطعا برکه‌های ما، قطعا و همینطور چاهایی که یا چاهک‌هایی که استفاده و در از اونها می‌شد برای بحث کشاورزی و دامی آبگیری شد و این ارشد خدمت شما ذخیره آبی ما رو افزایش داد. سال گذشته در چنین موقعی ما بیش از حدود 2000 روستا رو با آب تانکر آب می‌رسانی می‌کردیم روزانه 15 لیتر و بعد مسافت میانگین قریب به 100 کیلومتر. الان الحمدلله این بارندگی‌ها تمام منابع آبی رو تأمین کرد. حداقل برای 2 سال آینده ما تأمین آب شرب به اونجا رو و کشاورزی اونا اون تعهداتی که اونجا داریم به صورت مطمئن خواهیم داشت. رایزنی فرامرزی رئیس دستگاه قضا برای پیگیری حقوقی جنایت اخیر امریکا. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی قضایی عراق
بر پیگرد حقوقی و همه جانبه جنایت امریکایی ها در ترور سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دیگر همراهانشون تأکید کرد و گفت این جنایت تجاوزکارانه و ناقض اصول متعدد بوده و باید از جانب هر دو کشور پیگیری حقوقی و بین المللی برای مجازات آمران و عاملانش انجام بشه. فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق هم با تأکید بر این که شهید سلیمانی مهمان دولت عراق بوده گفت از همان ساعات اولیه برای رسیدگی قضایی به این جنایت پرونده بزرگی تشکیل دادیم و آماده همکاری و اقدام مشترک با ایران تا رسیدن به نتیجه در محاکم بین المللی هستیم. آمار ضرب مغزی های عین الاسد بیشتر شد. سخنگوی وزارت دفاع امریکا در آخرین اظهاراتش تایید کرده دست کم 34 نظامی امریکایی طی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد دچار ضرب مغزی شدند. این درز آمار قطره‌شکانی از تلفات حمله موشکی ایران در حالی انجام میشه که امریکا و مقامات این کشور در واکنش اولیه گفته بودند هیچ کسی صدمه ندید. بعد از اون فرماندهی مرکزی امریکا اعلام کرده بود فقط 11 نظامی امریکایی دچار ضرب مغزی شدن و تحت مداوا قرار گرفتن، تا حالا که خبر از ضرب مغزی شدن 34 نفر بیرون اومده. پنهانکاری که علاوه بر رسانه‌ها صدای خود امریکایی‌ها رو هم درآورده. نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا مخفی کاری ترامپ درباره تلفات نظامیان امریکایی رو تنفر برانگیز عنوان کرده. انجمن کهنه سربازان امریکایی هم از ترامپ خواستن به خاطر کوچک شمردن آسیبی که به نظامیان امریکایی وارد شده عذرخواهی کنه. اما نقشه‌های هوایی رسمی که به تازگی منتشر شده حاکی از اینه که مجروحان و کشته‌های احتمالی 10 ساعت بعد از حمله ایران به عین الاسد از بغداد به آلمان منتقل شدن و هواپیماهاشون چند ساعت بعد از نشستن در آلمان مستقیم به امریکا رفتن و در پایگاه نظامی اسپرینگز در ایالت مریلند فرود اومدن. و ویروس کرونا سوار بر امواج سرکشی. شیوع ویروس کرونا در چین به قدری سریعه که تا حالا تعداد مبتلایان به این بیماری از مرز 1300 نفر گذشته و بیش از 40 نفر هم جونشون رو از دست دادن. رئیس جمهور چین هم از وضعیت هشدار و خطرناک در کشورش خبر داده. با وجود آغاز سال نو چینی، دولت در برخی شهرها حمل و نقل عمومی، مراکز تفریحی و مراسم جشن‌های سال نو رو تعطیل کرده. 56 میلیون چینی هم در شهرهاشون قرنطینه شدن. تایلند، ویتنام، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، نپال، فرانسه، آمریکا، استرالیا و مالزی هم کشورهایی هستند که تا حالا تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتن. با این حال وزارت بهداشت کشورمون اعلام کرده تا حالا مورد مشکوکی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده. اقدامات لازم رو با توجه به تجربه‌ای که ما در سال 2003 و 2012 برای ویروس‌های سارس و مرس داشتیم انجام دادیم. فعلا تنها مرز ورودی ما از چین فرودگاه بین‌المللی حضرت امام هست. کارشناسان ما اونجا مستقر هستند. با دستگاه‌های مخصوص تب افراد همه ورودی رو درجه حرارت بدنشون رو می‌سنجن، غربالگری اولیه رو انجام میدن و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدن. ما در داخل کشور هیچ نگرانی در این زمینه نداریم و آمادگی‌های لازم برای پشتیبانی در این زمینه به طور کامل در داخل کشور موجود است. #1198 امشب اندر خم کوچه تایید صلاحیت نشده ها و حاشیه هاشون مونده تا تکلیف یه سری اظهار نظرها رو روشن کنه.
سلام، این روزها راجع به تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات حرف و حدیث های زیادی رو میشنویم. بازار شایعات هم حسابی داغه، هرچند که عمر بعضی از این شایعات به یک ساعت هم نمیرسه. در دو سه روز اخیر چند اظهار نظر درباره انتخابات مجلس و موضوع بررسی صلاحیت ها شد. اسمش را شایعه یا هر چیز دیگر بگذاریم، اما پیگیر آنها شدیم. اول اینکه یکی از نماینده های فعلی مجلس در صفحه شخصی خودش نوشته از برخی داوطلبان تایید صلاحیت نشده درخواست رسید پرداخت وجوهات شرعی شده. البته این نماینده ساعتی بعد در مطلب جدیدی با تکذیب خبر خودش نوشت، توییت قبلی با موضوع مطالبه رسید پرداخت خمس توسط یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده به بنده منتقل شد. با پیگیری مشخص شد در شورای نگهبان چنین موضوعی وجود نداشته. توییت اولیه رو بر چه مبنایی نوشتی؟ ما اصلاح کردیم، نگفتیم به این دلیل رد صلاحیت شده. توضیح میفرمایید؟ نه توضیح نداره دیگه، توییت گویا بود دیگه، هیچ توضیحی نداره. تبعات در واقع توییت اول شما فکر میکنید که با توییت دوم برطرف شده؟ یعنی بله ان شاء الله برطرف شده، چون من اصلاح کردم، من وظیفه اخلاقی داشتم، هم بالاخره فضای انتخابات این بود که باید اصلاح بشه. چهارشنبه هفته گذشته هم رئیس دفتر رئیس جمهور در جمع خبرنگارا گفت برخی نمایندگان فعلی به این دلیل رد صلاحیت شدن که رفتن صحبت کردن، مثلا بهشون گفتن که شما مثلا از برجام حمایت کردید، شما از دولت طرفداری کردید. بله بله هست هست، شما همین الان میتونید از یکی از اینها مثلا نماینده رشت با خودش مصاحبه کنید. آقای وایزی گفتن که شما به دلیل حمایت از برجام از حالا در این موردی استفاده نمی کنم خانم اکبری، بذار یه موسیقی عوامل دیگه باشه. بعد از این اظهار نظر آقای سید فضل الله موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت بعد بگیم که این یک به اصطلاح بگیم کذب محض هست. متاسفانه دیدیم در این چند روز اخیر برخی از نمایندگان در خصوص برخی از مسائل مهم که مستند هم بوده در خصوص اونها و بعضن پاسخی نداشتن بدن، اونها رو مطرح نمی کنن و ممکنه که برن در بیرون و با رسانه ها صحبت کنن، یه مسئله جزئی که ممکنه مطرح بشه اونو مطرح کنن، اونم به شکل ناقص. ما امروز به محل شورای نگهبان آمدیم، اما دیروز هم تعدادی از نمایندگان مجلس فعلی در خصوص بررسی رد صلاحیت هاشون و اعتراضی که به موضوع داشتن به شورای نگهبان دعوت شدن. از نزدیک در جریان پرونده خودشون قرار بگیرن. قرار بود ما در این زمینه یک کار رسانه‌ای بکنیم، اما این افراد خودشون نخواستن جلو دوربین حاضر بشن و حتی اجازه ندادن تصویری از حضور اونها در شورای نگهبان منتشر بشه. اما با اعتصاب این افراد که امروز در شورای نگهبان حاضر شدن و با اعضای این شورا گفتگو کردن، میشه گفت که اکثریت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که صلاحیت اونها مورد تایید قرار نگرفته در شورای نگهبان حاضر شدند و درباره پرونده خودشون با اعضای این شورا گفتگو کردند. شایعه‌ای هم از رایزنی برخی نمایندگان رد صلاحیت شده با شورای نگهبان منتشر شده بود که آقای کدخدایی آن را تکذیب کرد. تجدید نظر نداشتیم به مفهوم اینکه ما یک رأی رو اعلام بکنیم بعد بخوام تغییرش بدیم، نه به این شکل نداره. بررسی صلاحیت فقط مختص به انتخابات یا وکلای ملت نیست. تو خیلی از کارهای دیگه هم ملاک‌ها و معیارهایی رو برای داوطلبین اون کار در نظر می‌گیرن. در مرکز نوآوری نیترو موضوع بحث ما انتخابات بود. امانتدار خوبی باشن اون افراد، خب بالاخره از طریق مردم وارد اونجا شدن، قدرتی پیدا میکنن و بتونن این قدرت رو امانتداری بکنن ازش و در جهت اینکه مطالبه گری مردم رو بتونن انعکاس بدن استفاده کنن ازش. فعالان فناوری اینجا از دغدغه‌هایشان در انتخاب نماینده اصلح گفتن. توی شرکت ما وقتی یک انتخابی میکنیم، آدم‌ها رو میچینیم، توی دو ماه آینده نتیجه‌اش رو بلافاصله میبینیم. قابل اندازه‌گیریه برای ما. اگر انتخاب غلط کرده باشیم سریع مشخص میشه. تو در مورد مجلس قضیه یه مقدار متفاوته. اون یک نفر باید توی سابقه‌اش نشون داده باشه. کلمه سابقه هم اینجا مهمه. تو سابقهش باید نشون داده باشه که در راستای اون اهدافی که میگه داره حرکت میکنه. و انتظاراتی هم از نهادهای نظارتی داشتن. یکی اینکه شورای نگهبان لزوم وجودش بر کسی پنهان نیست. دو اینکه روی فاکتورهایی که قانون اساسی براش مشخص کرده برای اینکه باید
نماینده ها رو حداقل با افزایش و اطلاعات زیادی که داره بتونه یه فیلتر اولیه بکنه هم مسئله نیست. مسئله نهایی هم اینه که نباید انتخاب ها رو بیش از اون فاکتورهایی که براش قانون مشخص کرده محدود بکنه برای مردم. ولی الان چیزی که حسین گفت این هم توش خیلی مستتر بود که انتخاب خود ما هم تاثیر گذاره 100%. یعنی ما هم به غیر از شورای نگهبان که میادلم خود ما هم باید با دیده با چه اشتباهایی کردیم توی انتخاب هامون برای اینکه اصلاح بکنیم دیگه این مسئله انتخاب هامونو که شرایط فعلی رخ نده. فکر میکنم اگر شورای نگهبان همونجوری که ایمان جان گفت بیاد شفاف کنه که چرا این افراد رد صلاحیت شدن، شاید معیار انتخاب بعدی من عوض بشه که بدونم که خب این فرد داره شبیه اون فردی که رد صلاحیت شده رفتار میکنه و ممکنه همین نتیجه رو بده. و این شفافیت هر جوری نگاش بکنید به صلاح و سود و این شفاف سازی اعتماد مردم به شورای نگهبان رو هم بیشتر میکنه. وجود یه سری معیارها برای احراز یک جایگاهی، برای داشتن یک جایگاهی، این معیارها وجودش مسئله نیست اصلا. یعنی همین الان ما داریم تو فضای کاری خودمون می‌بینیم مورد تایید مسلما در بزرگترش هم مورد، اصلا مسئله تنظیمگری حالا در مرحله بدترش هم اینا چیز نیست. یه خورده باید شاید نسبت به اون چیزی که باز بچه‌ها گفتن روی یه خورده باید شاید تنوع‌های شرکتداری و کشورداری رو لحاظ کرد تا در واقع چون سهامداران این مجلس همه مردم با همن، پس باید این تنوع فکری سهامداران هم حتما چیز بشه. اعتماد، تخصص و تعهد سه شاخصه ای بود که فعالان فناوری آنها را معیارهایی برای انتخاب فرد اصلح می دانستند. از تهران به روم میریم تا ببینیم اونجا چه کسانی میتونن برای انتخابات نامزد بشن. در ایتالیا افرادی که دارای محکومیت‌های کیفری و جرایم ارتشا و فساد مالی و اداری باشن نمیتونن خودشون نامزد انتخابات کنن. همچنین دو کمیته انتخاباتی وجود داره که یکی مرکزی در محل دیوان قانون اساسی ایتالیا و دیگری محلی در دادگاه حوزه رأی‌گیری که وظیفه‌اش بررسی درخواست نامزدهای انتخاباتیه. مرکز تحقیقات صدا و سیما در هر دوره از انتخابات نظرسنجی‌هایی رو در فواصل زمانی مونده به روز رأی‌گیری انجام میده. امروز سری به این مرکز زدیم تا ببینیم افکار عمومی نگاهش به این انتخابات چجوریه. الان اونچه که خیلی در واقع تکرار میشه و ما داریم در واقع به تواتر اون رو تو نظرسنجی ها میبینیم بحث پاک دستی است و بحث در واقع سلامت فرد و پاک دستی فرد هستش. از ارقام مربوط به مشارکت مردم هم پرسیدیم. تجربه نشون میده که هر چقدر ما به انتخابات نزدیک میشیم و اون شور و حال انتخاباتی در جامعه ساری جاری میشه، تعداد در واقع کسایی که در انتخابات شرکت میکنن روند افزایشی در واقع به خود میگیره. یعنی مثلا اگر در مهر ماه ما مثلا 35% مردم میگفتن که ما در انتخابات شرکت میکنیم، الان این حدود مثلا به 45% 47% نزدیک میشه. در این نظرسنجی میزان مشارکت مردم تا این لحظه تقریبا به اندازه نظرسنجیه که یک ماه مونده به انتخابات دوره قبل انجام شده بود. در مقایسه با زمان مشابه ما در سال 94 تقریبا در واقع ما یک تناظر و همسانی میبینیم بین، یعنی اون موقع هم در واقع حدود یک ماه مونده به انتخابات همین حدود افراد احساس میگفتن که حالا مثلا با 5% کمتر یا بیشتر، این به هر حال تو آمار همیشه این 5% یه چیز قابل قبولی هستش. برای مشارکت تو بسته 8/1198 میتونید ویدیوهای خودتون رو به این آدرس بفرستید. ادامه خبرها. کولبری رسمی شد. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت میگه
کولبران تا حالا ساختار منظم و منسجمی نداشتن، اما با نامنویسی در سامانه جامعه تجارت میتونن از تسهیلات و تخفیفات ویژه استفاده کنن. کولبران عزیز ما میتوانن به فرمانداری های حوزه های مناطق خودشون مراجعه بکنن و بعد از اینکه مورد تایید فرماندارها قرار گرفتن در سامانه ثبت نام بارگذاری میشه فهرست اسامیشون و اونجا میتونن حسب به درخواستشون بر اساس اون سهمیه‌ای که تو سامانه براشون بارگذاری شده درخواستاشون وارد بکنن و اون کالاهایی را که اونا میتونن مشمول وارداتش بشن رو تعیین بکنن و به این طریق سیستم آماده تقریبا فعالیت است که زمان نداره، هر وقت میتونن ثبت نام بکنن. همدردی ایران با ملت و دولت ترکیه. رئیس مجلس در پیامی وقوع زلزله در استان الازیق ترکیه و جان باختن تعدادی از مردم این کشور رو به همتای ترکیه‌ای خود تسلیت گفت. وزیر امور خارجه کشورمون هم در تماس تلفنی با وزیر خارجه ترکیه با تسلیت به بازماندگان و قربانیان این حادثه آمادگی ایران رو برای ارسال کمک‌های مورد نیاز زلزله زدگان اعلام کرد. زلزله 6.8 ریشتری دیشب ترکیه در عمق 7 کیلومتری زمین در شهر سیویرجه در 30 کیلومتری استان الازیق این کشور رخ داد. شدت لرزش اما به حدی بوده که در چندین استان اطراف و حتی برخی شهرهای کشورهای اطراف مثل ارومیه ایران و کردستان عراق هم حس شده. این زلزله علاوه بر 22 قربانی بیش از 1000 زخمی هم بر جا گذاشته. نشت گاز در مجتمع‌های آپارتمانی و در برخی موارد آتش سوزی هم گزارش شده. رژه آنتی کاپیتالیست ها در خیابان‌های فرانسه در 63 شنبه اعتراض‌ها به نظام سرمایه‌داری مردم در شهرهای فرانسه به خصوص پاریس، آمیان، لیون و تولوز به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند. هرچند تصاویر رسیده از حضور گسترده نیروهای امنیتی حکایت داره، اما در پایتخت فرانسه و در میدان کنکورد پاریسی‌ها تجمع عظیمی به پا کردند. Bah, disons qu'actuellement, on a l'impression que le gouvernement s'attaque. ما احساس میکنیم دولت به روح فرانسه حمله کرده. شدیم مثل آمریکا. اگه پول داری میتونی امکانات استفاده کنی و اگه پول نداری ناچارن باید بری بمیری. Oui, bah tant mieux. ما این جنبش رو رها نمیکنیم و خسته نمیشیم. ما به دنبال عدالتیم. اما مکرون حرف ما رو نمیفهمه چون اون یک دیکتاتوره. در لیون وکلای دادگستری هم به معترضان پیوستند و به نشانه صدایی که به گوش حکومت نمیرسه تجمع سکوت برگزار کردند. و برد گل استقلال ایران در نخستین مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا. استقلال که پس از کشمکش‌های فراوان امروز در امارات از حریف کویتیش میزبانی کرد موفق شد این تیم رو با 3 در هم بکوبه. شاگردان مجیدی در حالی به مصاف این تیم رفتن که وضعیتشون برای حضور در این بازی تا 48 ساعت قبل مشخص نبود. استقلال باید در مرحله بعدی 8 بهمن در قطر به دیدار الریان بره. در دیگر بازی هم تیم شهر خودرو که با اما و اگر خودش رو به این رقابت ها رسونده در امارات با الرفاع بحرین روبرو شد و تونست این تیم رو با نتیجه 2-1 شکست بده. از سیدی قطر حریف بعدی این تیم مشهدیه. از آتش جهالت به جان یک کتاب تا آتش آزادی بیان به جگر مدعی آزادی و آتش خشم میلیونی بر پیکر اشغالگر، دنیای مجازی روز آتشینی رو پشت سر گذاشت.
سلام، در فضای مجازی ماجرای آتش گرفتن کتاب